مرکز سبا تقدیم می کند. گنج مثنوی. خاربن. خارکن جوانی هر روز زیر تیغ آفتاب و تندر و باران برای کندن خار به بیابان می رفت تا با فروش خارها لقمه نانی به دست آورد و امروز را به فردا برساند. در شهری که خارکن در آن زندگی می کرد پادشاهی عادل فرمان روایی می کرد، پادشاهی که آوازی عدلش در جهان پیچیده بود و دیدارش یکی از هزاران آرزوی برآورده نشده خاکم بود. خارکن هر روز با سر زدن آفتاب از دروازه شهر بیرون می رفت و هر شب آخرین نفری بود که با کوله باری از خار قدم به شهر گذاشت. مثل همیشه پیش از بسته شدن دروازه دو بوته خار بر آتش نگهبانان گذاشت و گفت دو تا خار گذاشتم رو آتیش و مثل همیشه جواب شد پولشو با دو تا بوته دیروز فردا میدم. باشه باشه، اشکالی نداره. راست میگه، فردا پولشو میده. خارکن بعد از اون به حمام می رفت تا خارهایی رو که برای گرم کردن آب حمام نیاز بود به مرد حمامی بده. حمامی، خار آوردم. خارها رو بده به شاگردم. خارکن مثل همیشه به انتظار رسیدن شاگرد حمامی و بردن خارها به خالی نگاه می کرد که شاخه های پرگل نسترن زیبا و خوشبو از دیوارش به گذر سرازیر شده بود و رنگ و بوی دیگری به گذر داده بود که یه دفعه فکری به خاطرش رسید. چرا خارا را به شاگردم ندادی پس؟ راستش امشب خار نمی فروشم، لازمشون دارم. خار نمی فروشی؟ خار لازم داری؟ عجب. خارکن در حالی که با کوله باری از خار به سمت خانه می رفت با خود گفت خارا را در باغچه خانه می کنم، بهشون آب می دم و وقتی خوب بزرگ شدن با فروش شاخه های خار خودم را از رنج آفتاب و باران بیابان نجات می دم. خارکن خوشحال از این فکر بکر زیر خاربن دراز کشید و در خیالات دور و درازش غرق شد. خیال باغچه‌ای پر از خار که با ثروت زیادی که نصیب خارکن میکنه اون رو غرق در ناز و نعمت از زحمت کار هر روزه در بیابان خلاص کرد. دیگه چیزی نمونده. روزها گذشت و خارکن برای یک لحظه هم از فکر خارستان پرمنفعتش بیرون نیامد. آبشان بدم تا روش کنن و گل بدم. تا روزی که
مرد حمامی وقتی دید چند روزی میشه که از خارکن خبری نیست، برای احوال پرسی به در خانه خارکن آمد و با دیدن حال و روز خارکن از او پرسید: خوبی؟ هیچ وقت اینقدر خوب نبودم. خب پس اگه خوبی چرا کار نمی کنی؟ حمامی به حیاط سرک کشید و با دیدن شاخه های خار در وسط حیاط چشماش گرد شد. وقتی خوب بزرگ شد یا با هر قد که لازم داری خار ببر. پس گفتی حالت خوبه دیگه. آره، از این بهتر نمیشه. او خدا آخر عاقبت همه ما رو به خیر کنه. روزها گذشت و بوته خار اونقدر بزرگ شد که خودشو به گذر کشوند و هر روز بیشتر از روز پیش رهگذران رو به زحمت می‌آورد. ای بابا، بیچاره شدی. بوته خارها اونقدر بزرگ شده بودن که اگر خارکن می‌خواست هم نمی‌تونست ریشه اونا رو از خاک باغچه بیرون بکشه. خاربون با سرعت زیادی رشد میکرد و هر روز باعث آزار و اذیت مردم میشد. یه فکری باید کرد. کلاه از سر کسی بر میداشت و درد سری تازه درست میکرد، اما خارکن بی توجه به فریادهای اعتراض رهگذران در خیال ملاقات با پادشاه هر روز خارها رو بیشتر از روز پیش آبیاری میکرد. عجب سلام. رهگذران که از بی‌توجهی خارکن به ستوه آمده بودن، وقتی دیدن گوش خارکن به فریادهای اونها بدهکار نیست، شکایت خارکن رو به پادشاه عادل بردن و از او برای حل این مشکل کمک خواستن. پادشاه که تا به حال چون این چیزی رو نه دیده و نه از کسی شنیده بود، برای دیدن خاربون راهی خانه خارکن شد. خارکن که همیشه آرزوی دیدار پادشاه رو در سر داشت، با شنیدن این حرف میخواست برای استقبال از پادشاه مقابل در بره، اما شاخه‌های خارکن چنان دور او رو گرفته بودن که خارکن نمیتونست از جاش تکون بخوره. نمیتونم بیام، نمیتونم. ملازمان پادشاه در خونه خارکن شکستند. پادشاه با دیدن حال روز او که در بین بوته‌های خارش زندانی شده بود، چاره خلاصی رو در آتش زدن خارها. خارها رو آتش بزنی. آتش بزنی. آتش بزنی. آتش بزنی. کمک کنی. کمک کنی. به دادم برسی. خارکن ترسیده و فریاد کشان به دامان پادشاه دادگری گریخت که او رو از زندانی که برای خودش ساخته نجات داده بود. دیگر پادشاه همیشه آرزوی من باور کنید. بالاخره از دست این خارها راحت شدم. ممنونم که منو از دست این خاربون نجات دادیم. بله بچه های عزیز، خارکن با تصمیم اشتباهی که گرفته بود و اصراری که بر اون اشتباه داشت، اونقدر دیر به فکر کندن بوته کوچیک خاری افتاد که به راحتی میتونست اون رو از ریشه بکنه و اجازه نده که اون بوته کوچیک خار تبدیل به خارستان بزرگی بشه تا اون رو در خودش زندانی کنه.
خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. یا تبر برگیر و مردانه بزن، یا علیوار این در خیبر بکن. تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند خار تو را.